منصور دهستانی منفرد، مربی و مشاور توسعه سرمایه های انسانی، سیستم های بهبود کیفیت، تحصیلات، دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیرعامل مؤسسه آموزشی نوبانگ اندیشه و دارای سوابق علمی، عملی، آموزشی. تألیفات و مقالات متعددی نیز دارا می باشد. با درود خدمت همه هممیهنان ایرانی پاکپندار، نیک‌کردار و راستگفتار، سپاسگزاری می کنم از مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران گرامی پرشین اواردز که سرباز میهن رو شایسته دونستند تا در مدت زمانی کوتاه خرد دانش‌های خودم رو در حوزه فرهنگ و تمدن ایران زمین با شما به اشتراک بگذارم. امیدوارم این آموزه‌ها چراغ راه ما در توسعه و بالندگی سرزمین و میهن و تمدن بزرگ ایران زمین باشه. سالها پیش برای نگارش کتاب‌هایی در حوزه مهارت‌های زندگی، مدل‌های مختلف مهارت‌های زندگی رو در دنیا بررسی کردم و در نهایت مدل 4H رو به عنوان مدلی به نسبت کامل و جامع انتخاب کردم و مجموعه 4 جلدی با عنوان مهارت‌های زندگی رو به نگارش درآوردم و این کتاب در جشنواره کتاب‌های رشد آموزش و پرورش به عنوان کتاب سال در اون زمان انتخاب شد که مایه مباهات بنده بود و بسیار خرسندم که تونستم این خورده دانش رو با هممیهنان خودم به اشتراک بگذارم. سالها بعد وقتی که در محضر استاد بزرگوار فریدون جنیدی با مفاهیم عمیق و بلند فرهنگی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور فردوسی کبیر آشنا شدم، به طرز شگرفی متوجه شدم که بسیاری از این مهارت‌هایی که ما به عنوان مهارت‌های زندگی در مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف سراغ داریم چیزی نبوده بجز آنچه که ما در فرهنگ و تمدن ایران زمین در درازای تاریخ به فرزندان خودمون، به نسل‌های بعدی میآموختیم و همواره چراغ راه ما در طول تاریخ تمدن ایران زمین بوده. اجازه می‌خوام نگاهی بندازیم به مدل 4H مهارت‌های زندگی که شامل 35 مهارت در حوزه‌های مختلف فردی، بین فردی، بینافردی، سازمانی و اجتماعی هست و هر کدوم از این مهارت‌ها میتونه به من و شما کمک بکنه که یک زندگی هماهنگ و متعادل رو تجربه بکنیم. علاقه‌مندان میتونن به مجموعه کتاب‌های 4 جلدی بنده در زمینه مهارت‌های زندگی سر بزنن و این مهارت‌ها رو بازبینی کنن. نکته که بنده در این مجال کوتاه میخوام بهش اشاره بکنم اینه که حکیم ابوالقاسم منصور در دوران نابسامان سامانیان و اوایل غزنویان به طرز شگرفی متوجه آسیبی بوده که متوجه فرهنگ و تمدن ایران زمین بوده، زبان فارسی، فرهنگ پهلوانی، مهارت‌ها و شایستگی‌هایی که بستر تمدن ایران زمین در درازای تاریخ بوده و به گونه‌ای جذاب، شگرف و چشمگیر این مهارت‌ها، این شایستگی‌ها و این فرهنگ پربار ایران زمین رو در چارچوب داستان، قصه، حماسه و افسانه پیشکش ایرانیان کرده. همونطور که میدونیم شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور تألیف گردآوری اون حکیم بزرگوار در باره ویژگی‌های فرهنگی و شایستگی‌هایی بوده که در فرهنگ ایران زمین همیشه مورد توجه بوده. این گردآوری و این سرایش دوباره شاهنامه به باور من همیشه میتواند چراغ راه تمدن ایران زمین باشد و هر اندیشمندی و هر دلسوز فرهنگ و تمدن ایران زمین هر زمان میتواند با بازبینی مهارت‌ها و شایستگی‌هایی که در
این کتاب بزرگ بهش اشاره شده، اون مهارت ها و شایستگی ها رو که نیاز امروز جامعه ما هست بازبینی بکنه و منابع تازه ای رو برای توسعه و بالندگی فرهنگ، پیشکش مردم و تمدن ایران و ای بسا تمدن جهان و جهانیان بکنه. کافی شما نگاهی به زندگی شهریاران و پهلوانان شاهنامه بندازید، از کیومرث، هوشنگ، منوچهر، کیکاووس، سیاوش، سیندخت، تهمینه، گردآفرید، رودابه و حتی رستم دستان بندازید تا متوجه بشید بسیاری از این مهارت‌هایی که ما به عنوان مهارت‌های زندگی می‌شناسیم، مثل خودآگاهی، مثل مدیریت هیجان، مثل هوش هیجانی، مثل ارتباط مؤثر، مثل کار تیمی و بسیاری از مهارت‌هایی که ما در مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف مهارت‌های زندگی به اونا اشاره می‌کنیم، در جای جای زندگی این پهلوانان و این شهریاران شما با اون روبرو خواهید شد. بازبینی قصه ها، افسانه ها و اسطوره های شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور میتونه به من و شما کمک بکنه تا مصداق ها و نمونه های عینی و واقعی و تجربه های زیست شده فرهنگ و تمدن ایران زمین رو در زندگی پهلوانان خودمون بازبینی بکنیم. چرا آموزش مهارت‌های زندگی با تمرکز بر شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور اینقدر مهم و جدی هست؟ به دلیل اینکه شاید در هیچ برهه‌ای از زمان و تاریخ ایران زمین این اندازه فرهنگ و تمدن ایران زمین آماج حمله‌های دشمنان خارجی و داخلی ایران زمین نبوده و بر تک تک ایرانیان زنده در دوران معاصر واجب هست که بیایند و این آموزه ها رو و این مهارت ها و شایستگی ها رو بازبینی کنند، این مهارت ها و شایستگی ها رو در فرهنگ و تمدن امروز ایران زمین زنده کنند و اون رو به نسل های بعدی پیشکش کنند. به یقین بزرگترین تلاشی که من به عنوان سرباز کوچکی از ایران زمین میتونم برای میهن خودم و هم میهنان خودم انجام بدم چیزی نیست جز بازبینی مهارت‌ها و شایستگی‌های زندگی در منابع بزرگ و غنی مثل شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور. امیدوارم روزی جایی مجالی فرصتی پیش بیاد، زمینه فراهم بشه تا بتوانم آموخته‌های خودم در زمینه مهارت‌های زندگی رو و برداشت‌های خودم در حوزه مهارت‌های زندگی از شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور فردوسی کبیر رو در جایی دوباره به گونه دیگر بازتولید کنم و اون رو به عنوان درس آموخته‌های قابل استفاده برای استفاده در کار و زندگی روزمره، برای ارتباط بهتر ما با همدیگه، برای ارتباط شایسته تر تمدن ما با بقیه دنیا، با تمدن‌های دیگر در دنیا، پیشکش ایرانیان و همه علاقمندان به حوزه فرهنگ و تمدن ایران زمین بکنم. این روزها دارم تلاش میکنم آنچه رو که در مدل فرعش مهارت‌های زندگی به عنوان 35 مهارت زندگی در کتاب‌های مهارت‌های زندگی خودم گردآوری کردم، دوباره در شاهنامه حکیم ابوالقاسم منصور فردوسی کبیر پیدا کنم و اون رو به عنوان نمونه عینی و تجربه زیست شده فرهنگ و تمدن ایران زمین در اختیار هموطنان خوب خودم قرار بدم تا ببینند که اندیشه های شگرف این ابرمرد تاریخ فردوسی کبیر چگونه در جای جای شاهنامه خودش رمزگذاری شده، جانمایی شده و مشتاق و نیازمند این هستش که همه دلسوزان فرهنگ و تمدن ایران زمین با مراجعه و سرزدن به گوشه کنارهای این اقیانوس کبیر فرهنگی و ادبی و هنری اون رو بازبینی کنند، بازخوانی کنند و تا جایی که ممکنه در آموزش این مهارت‌ها
برای بالندگی و توسعه فرهنگ کشورمون ایران زمین تلاش کنند و این سرمایه فرهنگی شگرف رو دوباره با خانش نو برای هزاره جدید، برای تمدن ایران زمین و بقیه تمدن‌ها پیشکش کنند و شاهد بالندگی هرچه بیشتر فرهنگ و تمدن ایران زمین باشیم. از شکیبایی شما سپاسگزارم. همه شما رو به ایزد منان میسپرم. به امید دیدار شما در نشست‌ها و آموزش‌ها و یاددهی‌ها و یادگیری‌های بعدی. خدا نگهدار شما.